در حالی که در روزهای اخیر چند ولسوالی لغمان گواهی خشونت ها بودند، به روز شنبه نیز از جان باختن دو غیر نظامی و زخم برداشتن 16 تن دیگر و شمول کودکان در جنگ ها در ولسوالی علی شنگین ولایت خبر می رسد. همداوس در لغمان یو شمیر نقطو که جګړه دوام لري چې ډیری هیوادوال مو د خپلو کورونو څخه کډه شوي د لغمان مرکز مهرتلام ته. در این حال بامداد شنبه در شهر لشکرگاه هلمند دو کودک هنگام جان باختند که خانهشان آماج یک آوان قرار گرفت. این رویداد که در آن دو تن دیگر زخم برداشتند در اوضاعی رخ میدهد که از چند روز بدین سو نیروهای دولتی در اطراف لشکرگاه عملیات بزرگی را برا انداختند. څو کیلومترونه پرمختګ لرو او د دې ترڅنګ هغه جګړه چې په خوا د شهر په څنډه کې و هغه د شهر د څنډو څخه ډیره لیرې شوې ده. این تصویرها هم عملیات نیروهای دولتی را در شهرهای زابل کندهار نشان میدهند، عملیاتی که برای از میان برداشتن تهدیدها در بخشهای از این شهرها در ولایت زابل ادامه دارد. طالبان از مونږه دا جګ دی چې راشي سوله وکړي، که سوله ونه کړي مونږ یې وژنو، په هر ځای کې به مونږ یې د منځه وړو. دلته که نړۍ پوځي حضور ونه لري معنا یې دا نه ده چې هغوی د افغانستان ملاتړ پرېښی، بلکې مفهوم یې دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور پر خپل ځان متکی شوي دي. همزمان با اینها پس از چاشت شنبه در انفجار در شهر فیض آباد 6 تن به شمول منیر عالمیار عضو شورای ولایتی بدخشان زخم برداشتند. منیر عالمیار عضو شورای ولایتی بدخشان و 3 نفر هم از سوارهایی که بمرایشان بودن به انفجار داده شدن موترشون، متاسفانه اینا زخمی شدند. بیشتر در ولایت همسایه بدخشان، تخار، از برخورد یک آوان به خانه در بخشی از شهرهای تخار کندز و جان باختن یک کودک در این رویداد گزارش داده شد. به گفته پلیس، این رویداد عصر جمعه رخ داد و در آن کودک دیگری هم با یک زن زخم برداشتند.